بنام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل و نور جان بیافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر وی ز پیدایی است پنهان. خرد را نیست تاب نور آن روی، برو از بحر او چشمه دگر جوی. به نزد آنکه جانش در تجلی است، همه عالم کتاب حق تعالی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیم شما عزیزان، دوستان و مهربانان، خوبان فارسی زبان در هر کجای کشور زیبای ما، کشور افغانستان، و در هر گوشه از این جهان پهناور که هستید و بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشاءالله که همیشه صحتمند، سلامت، جانجور، تیار باشین عزیزان و بزرگواران در زیر سایه پدر و مادر، بزرگان فامیل. انشاءالله که زندگی خوب و خوش داشته باشین. یک روز چهارشنبه بسیار زیبای دیگر است و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار هستیم. سلام علیکم خانم دکتر بیانی، بسیار بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم خدمت شما موجی خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان عزیز. تشکر از شما خانم دکتر بیانی. بحث ما در روزهای چهارشنبه، همونطور که بینندگان عزیز و محترم از ما هم میدانند، مسئله مشاوره است و مشوره گرفتن از دیگران هست. سوالی که برای امروز به ذهن از من رسید که از شما بزرگوار پرسان کنم، در مورد است که گهی اوقات خانم دکتر، ما به اقتضای موقعیتی که در او موقعیت قرار میگیریم، محل رجوع و محل پرسش مردم هستیم. مردم از ما میان مشوره میخوان، سوالات خودشون رو پرسان میکنن. اگر که مثلا یک فرد معلم باشه، اگر فرد مسئول یک مجموعه باشه، اگر فرد یک بزرگتر فامیل و بزرگتر قوم باشه، اگر فرد پدر یا مادر باشه، حداقل محل رجوع اولادای خودش هست و اولادش ازش ممکنه مشوره بخواین در مسائل مختلف. گاهی اوقات اتفاق میفته و دیگران با ما مراجعه میکنن برای مشوره گرفتن. چی کنیم و یا در واقع چه ویژگی های، چه خصلت هایی داشته باشیم، چه کار بکنیم تا بتانیم که نمی وظیفه خود در حق او برادر یا خواهر مسلمان که در ما مراجعه کردن انجام بدیم و یک مشوره درست تقدیمش کنیم؟ بله، ما چیزی که به ذهن من میرسه و میخواییم که درباره او امروز صحبت کنم، با این نکته آغاز میکنم همون بحث را که اما موقعیتی که شما او را بیان کردید، یک نفر بزرگتر یک فامیل است، یک نفر معلم است، یک نفر مادر است، پدر است، این موقعیت یک دفعگی ایجاد نشده. این را بفهمم که اگر که دیگران به ما مراجعه میکنند و از ما مشوره میخواهند، به خاطر ای است که یک سابقه ذهنی در دیگران ایجاد شده. یعنی ما بار بار کار انجام دادیم و شاید که در امون مسیری که حرکت کردیم که در اینجا برسیم، فرض کنید که ما یک مادر یا یک پدر 40 ساله هستیم، خب شاید که 10 سال پیش منبع و مرجع مراجعه کسی نبودیم، اما حالی که اولاد دار شدیم یا اولاد ما بزرگ شده، کلان شده، یا که نه، شاید که 10 سال پیش ما معلم نبودیم اما حالی یک سابقه 10 ساله معلمی داریم. یعنی به تدریج ما مرجع مراجعه دیگران میشیم و اگر که گمان میکنیم که نمیتونیم که برای دیگران وقت بگذاریم، نمیتونیم که مشوره بدیم، یا که نه، از عواقب مشوره از خود میترسیم، به نظر من میاد که قبل از اینکه در این موقعیت برسیم، ما باید که تصمیم میگرفتیم. یعنی 10 سال پیش، 15 سال پیش، وقتی که اولین افراد به ما مراجعه میکنن، اما اینجا باید که جلوی کار میگرفتیم. اما حالی که دارای موقعیت شدیم که میتونیم او را یک نعمت بنامیم، دارای این نعمت شدیم که مردم به ما اعتماد میکنند، حق همین نعمتی است که ما از این نعمتی که خداوند در اختیار ما قرار داده
و از همین توانمندی و قابلیتی که ما داشتیم و او را تانستیم که پرورش بدیم استفاده کنیم. به چه نه؟ امام سجاد علیه السلام میفرمایند که امی که شما میای راهنمایی میکنی مشورت گیرنده را، در واقع حق و نعمت ادا کردی. پس این راهنمایی میتونه که و همین مشورت میتونه که به نحوی اعطای حق باشه یا ای که نه، اما شکرگزاری ما باشد در قبال این نعمتی که در اختیار ما قرار گرفته. اگر استعدادی ما داشتیم، اگر لطف و عنایتی هم خداوند داشته با ما و ما همین موقعیت را فعلا به عنوان مشاور و مراجع مردم داریم. خب دکتر، یعنی میشه که نتیجه گرفت که اگر یک نفر یک توانایی داشت، دیگران برایش مراجعه کردن وظیفه شیست که حتما انجام بدن؟ بله، یک نحوی وظیفه است. آن وظیفه وقتی میگیم، یک نفر ممکن است بگه که خب این وظیفه وقت مرا میگیره یا این وظیفه در تضاد با دیگر وظایف ما است. ما هم مفهمیم، یعنی ایره میدانیم که اگر انسان محدودیت داره، با توجه به اون محدودیت خدمت خود خود را ارائه کنه. ما نمیخواییم که تمام وقت یک نفر بگیریم و بگوییم حالا تو، چون که تو بزرگ فامیل هستی، چون که شما پدر و مادر ما هستی، پس باید تمام وقت از خود خود به ما اختصاص بدی. نه، چنین چیزی نیست. همچنان که بر مشاور یا بر فردی که توانایی کمک، چون اینجا کمک است دیگه، یک رأی است که میخوای یک رأی دقیق و صحیح و سم را به ما ارائه کنه، این را داره، خب او انجام بده. اما از ادب مشاوره هم ای است که ما هم حد خود خورا بفامیم. ما هم هر روز و هر سبا و هر بیگاه مزاحم یک نفر نشویم. وقت و به وقت. گاهی اوقات از خانم دکتر، ما شاید تجربه مشترک مردم باشد در قریه که زندگی میکنن مردم، یک نفر که بزرگتر است، با عنوان بزرگ و ریش سفید قوم است یا قاضی است یا دیگه مانند این، ممکن که مثلا یک نفر در سبای بیگاه، در گول گاه سبا، در ساد مثلا پنج از اذان زور، از اذان صبح یک مقدار کمی تا نوز رد نشده که یک نفر پیدا میشه و میگه که ما در فلان مثلا میخوایم که شما ما رو مشاوره کنین یا کمک کنین یا حکمیت کنین که چی میشه چی نمیشه. ایت نگاه نمیکنن که طرف مقابل هم انسان از شرایطی داره، در برخی از ساعت ها، در برخی از مکان ها نباید که برش مراجعه شه، ولی متاسفانه این نکات رعایت نمیشه. بله، و البته خب باز ما میبینیم که در همون مثالی که شما میزنید و یک نفری که بزرگ قوم است یا بزرگ قریه است، خب معمولا صبوری بسیار زیادی هم دارند، معمولا میدانند که با مردم باید که مدارا کنند و معمولا میبینیم که انسان هایی هستند که بسیار بسیار همدل و همراه هستند. اما به هر حال در کنار ای که اون مشاور یا او فردی که امین مردم است و میتونه که مسئله ما را بفهمند، در کنار او خوب ادب مشاوره حکم میکنه که ما هم مراجعه مناسب و به یک وقت مناسب و یک وقت خوب داشته باشیم. پس اگر که من ای توانمندی را داشتم، من ای قابلیت را داشتم و ای امکان برای من فراهم بود، چون ببینید برخی از انسان ها هستند که خوش استعدادند، خوش ذهنند، همچنان که وقتی که ما میخواییم که یک مسئله ریاضی را حل کنیم، دو نفر، سه نفر، چهار نفر در یک صنف هستند، اما یک نفر میتونه که بسیار سریعتر را حل کنه، یک نفر زحمت بیشتر میکشه، یک نفر شاید نتونه که نمره خوب بگیره و کامیاب شوه. یعنی انسان ها متفاوتن در حل مسئله. گاهی اوقات هست که برخی از انسان ها میتونن که راحت تر مسئله ها را حل کنند. خب ما از اونها میخواییم که همین حق نعمت را رعایت کنند و انجام بدن، یعنی وقتی از خود خود در اختیار دیگران قرار بدن. حالا یک نفر شاید بتانه در روز یک ساعت، دو ساعت وقت مشخص در اختیار ما قرار بده، یعنی یک نفر شاید که نتانه و این امکان برای اون نباشه. اما معمولا وقتی که انسان ها میتونن حل مسئله کنن و دنبال مسئله هم میگردن، یعنی باز در کنار ای که یک نفر توانایی حل مسئله داره، خب بدون هرچی که اون مسئله بهتر باشه، بزرگتر باشه و چالش بزرگتر باشه، بله، اون سعی میکنه که بدنبال او باشه، از حل کردنش لذت میبره. بله، بله، دقیقا نمیتور است. پس ما اگر که به عنوان یک وظیفه برای مشاور اگر که بخوایم در نظر بگیریم، همین وظیفه کلی بر عهده او هست، چقدر میتونه انجام بده؟ تشخیص او بر عهده خود او است.
اما چیزی که ما از اون میخواییم که حتما انجام بده ای است که اگر در مقام مشاور قرار گرفت، یک معلم بود، یک ملای روستا و قریه بود، اگر که یک پدر بود، یک مادر بود، یک نفری بود که در امو موقعیت مشاور قرار گرفت، ما از اون میخواییم که وقت بگذاره. به خاطر ای که شباهت مسئله ها، مثلا ممکن است که مسئله من مسئله خانوادگی باشه، فرض کنید که با یک نفر از خانواده مشکل دارم، به صرف شباهت یک نظر ندیه که چون ممکن است که خود روز قبل و روز قبلتر هم نفرات دیگه مراجعه کرده باشن، به صرف شباهت ای که مسئله من مثلا با ممکن است که برادر من باشه یا خوار من باشه، یک حکم قطعی ارائه نکنه و یک نظری که دیروز و پریروز رو بیان کرده، باز در روز سوم برای ما که یک نفر جدید هستم اما مسئله مشابه با نفرات قبلی بوده او را انجام نده. ببینید این وقت گذاشتن همینطور نیست که تمام وقت مشاور را اما رو در خدمت بگیره، با توجه به مسئله فرق میکنه. اگر مسئله یک مسئله بنیادی باشه، یک مسئله جدی باشه، بسیار هستند اولادای از ما که دوچار مسائل هویتی هستند، خب باید برای اونها وقت بیشتری گذاشت. تا یک نفر است که میخواد که یک مقدار پیسه داره سرمایه گذاری کن، شاید که یا میخواد یک کالا بخره، میخواد که لازم نیست که برای او وقت زیادی گذاشته شده. اما وقتی که مسئله هویتی است، یک مسئله است که ممکن است تمام خانواده درگیر او باشند، یعنی یک مسئله است که ممکن است که تمام محله و منطقه ما درگیر او باشن، خب قطعا باید وقتی که میگذاره یک وقت متناسب با مسئله باشه. باید که توانایی های ما رو بدانه، چون میخوای کمک کنه که مسئله از ما حل شوه. درست است، چون ببینید ما بارها تکرار کردیم که حرفی که مشاور میزنه یک نوع تسهیلگری است برای تصمیم گیری ما به عنوان فردی که دارای مسئله هستم. توانایی های مرا باید بشناسم، آیا ما میتونم، من چطور آیا میتونم اما روشی اما کاری که او ارائه میکنه من انجام بدم؟ چون ممکن است که من وقتی من مراجعه کنم بگویم که من در خانه چیز ندارم، خب او راه حل بده که در فلان سرک یک بازار است از اونجا خرید کن. خب اگر ندانه که آیا من پول و پیسه خرید دارم یا نه، خب گپ او میتونه گپ ناصحیح باشه. بله، اما اگر توانایی مرا بدانه، اگر ضعف مرا بدانه، البته ببینید که کسی که توانایی شما را میفهمه، ضعف شما را میفهمه، باید امین شما باشه. ما این را تکرار میکنیم که بدانید که اگر در مقام مشاور قرار گرفته، یک امانت بسیار بزرگ در گردن شما هست و در پیش شما هست، چون ما قرار است که چیزی که دارم، توانایی و ضعف را بیان کنم. آخه شما اگر امین نباشید، یا مشاور در واقع یک نفر امین نباشه، بسیار میتونه که برای از ما به عنوان فرد مشورت گیرنده خطرناک باشه. و برای خود مشاور هم خواهم دکتر، این چیزی که میگم تجربه شخصی است که ما در یک مکتب درس میخوندیم و یک خانومی به عنوان مشاور مشوره میداد به دخترهایی که در نمون مکتب درس میخوندن. یک دختر خانوم مسئله و سوال خودش از این خانم پرسان کرد و این خانم حالا مشاوره داد، یک مشاوره خوبی هم داد و مسئله و او چیزی که برای دختر خانم ایجاد شده بود حل شد مشکلش. اما این خانم مشاور در جمع اساتید و معلم های و مدرسه این مسئله را مطرح کرده بود، در جای دیگه هم، نه فقط در همون جمع مثلا 5-6 نفری که از معلم ها بودن مطرح کرده بود. از قضا و اتفاقا یک نفر دیگه از دانش آموزا و متعلمین نمو مکتب او صحنه را دیده بود که ای داره در برو مسئله صحبت میکنه. آمد به دوست خودش گفت که تو با فلان خانم صحبت کرده؟ گفت بله. گفت اینه خانم داشت با دیگران صحبت میکرد، زبان به زبان امی حرف گشت که این خانم فلان با اگر که گپ سخنی برش میگوید این با دیگه اساتید در مورد اون مسئله صحبت میکنه و این باعث شد که یک آبروی نمو خانم به شدت بریزه، با اینکه بنده خدا مشاوره هم داده بود، مشوره خوب هم داده بود، کار او دختر دیگه حل شده بود، اما همین مسئله که رازداری نکرده بود باعث شد که دیگه روی نداشته باشه که در اون مکتب این راه بره، هیچ کس برش اعتماد نمیکرد. بله بله، این هم گپی است که باید بسیار به او توجه کنیم.
پس گفتم که مشاوری که برای من وقت میذارن، یعنی میدونه که توانایی از من چی است، ضعف من چی است، شاید از اینها هم حتی مهمتر موانع من چی است، من چی مانعی دارم برای کار. چون ببینید بسیار از اوقات هستند که وقتی که مراجعه میکنیم، خصوصا باز اگر که خانم باشن، مراجعه میکنیم میگوییم که ما میخواییم کار انجام بدیم، بعد مشاور میگه خب برو انجام بده نترس. خب اون نمیفهمه که موانع فرهنگی که ممکن است که ما داشته باشم و چی است، و مواجهه با اون موانع فرهنگی میتونه که بسیار بسیار زیاد برای از من سخت باشه، یعنی من فعلا توانایی مقابله با اون موانع نداشته باشم. بله. و خب اگر مشاور موانع مرا بدانه، میتونه که در یک پروسه چند مرحله ای مسئله از مرا حل بکنه. بگویا فعلا برو توانمندی خود را تقویت کن، بگویا که فعلا صبور باش تا مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، چند سال دیگه، بالاخره یک برنامه ریزی دقیق تر را برای حل مسئله از من به من بیان بکنه. شرایط بله. چی است؟ یک نفر اگر که ببینید، یک نفر است که هنوز ازدواج نکرده، شرایط او با شرایط کسی که ازدواج کرده فرق میکنه. یک نفر است که در حال تحصیل است، شرایط او با شرایط فردی که فارغ التحصیل است فرق میکنه. یک نفر است که در قریه است، شرایط او با شرایط یک نفری که در شهر است متفاوت است. یک نفر است که ممکن است که احتیاج به این کار کنه نداشته باشه، یعنی به لحاظ خانوادگی یک پول و پیسه وجود داشته باشه، اما این نفر دیگه است که با یکی خانوم است، با یکی 4 فرزند داره، با یکی شرایط سختی هم داره، اما ممکن است مجبور باشه که به سر وظیفه حاضر شوه. یعنی خانم دکتر، یک شرایط بسیار مهم است. یک توصیه که مشاور با یک نفری میکنه ممکنه که علارغمی که تفاوت‌های بین شرایط، شباهت‌های بین شرایط نفر اول با نفر دیگه باشه، ولی نتونه که همین توصیه رو به نفر دوم بکنه. بله. چون یک تفاوت کوچک فرهنگی میتونه که کاملا مشوره رو دیگر کنه. بله بله، دقیقا همینطور است. و خب بنابراین کسی که مشوره میخواه بدیه، کسی که در این جایگاه قرار گرفته یا عنوان مشاور داره یا نداره، اما مسئله و اون چیزی که برای ما مهم است است که مراجع داشته باشه، افرادی به او مراجعه کنن برای مشوره. و اگر که امینها را نشناسه چطور میخواهه که مشوره بده، مخصوصا اگر که مسئله های ما او مسئله های بنیادین یک انسان باشه، مسئله های سرنوشت ساز باشن، در اون صورت چطور میخواهه که مشوره بده؟ درسته خانم دکتر، در همین زمینه باز من یک چیزی به ذهنم رسید که باز یک خاطره است که یک خانوم مراجعه کرد برای از من که ما در شهر از ما رسم داریم که وقتی که دختر ازدواج میکنه باید که جهیزیه رو دختر بدم. خب برای از من اصلا قابل تصور نبود، چون میدونم که در برخی از شهرهای افغانستان در برخی از مناطق دختر خانواده دختر جهیزیه رو میدن و در بسیاری دیگه مناطق خانواده پسر جهیزیه رو میدن و دختر خانواده دختر چیزی هم نمیده، که یک چیزی هم میگیره گله میگیرن. باز من درک نمیکردم که چرا این کارو میکنه. میگفت پدرم نداره که جهیزیه بده، من چه کنم؟ من میگفتم خب نده جایزی، اگر که جایزی نداره خود پیسش نداره خود نگیرن. من ات درک نمیکردم که خود در فرهنگ اون منطقه و در فرهنگ مردم اون منطقه این امکان پذیر نیست که خانواده دختر پای خود پس بکشن بگن که ما نمیدیم، و اگر دختر با این شرایط ازدواج کنه ممکنه که باز پسر در خانه خودش در خانه همسرش گرفت دچار مشکلات بسیار زیادی شود. این از ناآگاهی از من نسبت به شرایط دختر خانم نشأت میگیره. بله. و نشان میده که ما نمیتونیم که همه انسان ها رو مانند هم بسنجیم. بله. خب دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم و باز در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 رو فراموش نمیکنید. همین الان هم میتونید اگر کدام سوال از خانم دکتر بزرگوار، خانم دکتر بیانی دارید، برای از ما روان بکنید. یک میان برنامه کوتاه رو میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. خداوندا زندگی
سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم. مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان. شما عزیزان بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. عزیزان و محترمان، همطور که شما میدانید برنامه شما، برنامه روشنا، هر روز هفته غیر از روزهای جمعه در ساده یک ظهر با وقت کابل تقدیم شما عزیزان میشه. تکراری برنامه را همون روز در ساده 9:45 دقیقه شام میتونید که نگاه بکنید. همچنان دیگه برنامه زنده شبکه هادی تیوی دری، برنامه با وقت بیداری، در ساده 8 شب به صورت زنده با وقت کابل تقدیم شما میشه و تکرار رو در روز بعد ساده 10:45 دقیقه صبح خواهد بود. همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر بیانی هستیم و از حضورشون استفاده میکنیم. خانم دکتر، بحث در باب مشوره و مشاوره گرفتن است و شما در مورد ویژگی های یک مشاور و یا در واقع وظایف یک مشاور صحبت میکنید. بله امی، که شما گفتید ویژگی و وظایف، باید بفهمیم که دو جهت مختلف است. یک چیز است اما دو جهت مختلف. وقتی که ما به دنبال یک نفر میگردیم که دو مشوره بگیریم، در واقع ویژگی های مشاور بررسی میکنیم. اما فردی که مشوره میده و مشاور هست دارای وظایفی خواهد بود. فعلا ما بحث ما درباره وظایف یک مشاور است. بله. گفتیم که اگر یک نفر میخواهد که امین نعمتی که خداوند در اختیار او قرار داده او را پاس بداره، باید که در اختیار دیگران قرار بده. همچنان که یک نفر اگر علم داره، ما میگیم که زکات علم از خود خوره بپرداز. و پاس داشتن این نعمت نموشه مگر اینکه اگر مسئله ای را قبول کردی، شنیدنی را و در واقع در مواجهه باید مسئله را پذیرفتی و قبول کردی که یک مراجعه داشته باشی، باید که متناسب با اون مسئله برای او وقت بگذاری. چطور است که وقتی ما به یک پزشک مراجعه میکنیم انتظار داریم برای ما وقت بگذاره؟ بله. اگر که بیماری ما یک بیماری کم باشه، کوچک باشه، خوش شاید که در حد 10 دقیقه 20 دقیقه یک رو بار که مراجعه میکنیم کافی باشه. اما اگر مسئله ما مسئله دقیق تری باشه، جدی تری باشه، ممکن است که بار مراجعه کنیم و اما پزشک هم و اما دکتر هم باید که
اگر میخواید که کمک کنه به سلامتی ما، کمک کنه به درمان ما، باید که یک وقت دقیق و جدی برای ما اختصاص بده. بله، در مورد پزشک صحبت کردید و باز به ذهن از من رسید که چقدر مسئله مهم است، چون متاسفانه یک پزشک دقت نمیکنه که او هم نقش یک مشاور را برای افراد داره و وظیفه است که برگردنش نهاده شده و افراد دیگه برای مشاوره گرفتن پول و پیسه ممکن که حتی زیادی هم پرداخت میکنن. باز متاسفانه برخی از پزشکان که تعدادشان کم هم هست، او حدی که باید و شاید را وقت نمیگذارن برای مریض و ما بسیار ممکن که بشنویم از یک نفر میگه که ما در دکتر مراجعه کردم و این دکتر سرش پایین بود، اد مرا نگاه نکرد که من چی میگم چی نمیگم، من هنوز گپ خود تمام نکده، اون نسخه رو نوشت به دستم داد، گفت بروی دارو دوا رو تهیه کن مصرف کن. و این خیلی ناراحت کننده است که برخی از افراد با ای که این همه تحصیل میکنن به مقام پزشک بودن میرسن، میتونن که یک مشاوره صحی و طبی دیگران را انجام بدن ولی کوتاهی میکنن در این مسئله. ما میبینیم شاید به خاطر همین باشه که ما وقتی که درمان و حل مسئله را به اون نگاه کردیم، نتانستیم که یک تصویر دقیقی از انسان بدیم، چون که یک نفر که میخواد حل مسئله کنه، خود او به عنوان فردی که هم جسم داره هم جان، باید مواجهه و با طرف مقابل همچنین باشه. چیزی که برای خود میخواد یعنی اخلاق، او را باید که در مقابل در برابر دیگران هم انجام بده. یعنی تفکیک کردیم، گمان کردیم که پزشک میتونه که یک کاسب باشه، در حالی که چنین نیست. پزشک هم یک مشاور است، فردی است که ما برای سلامتی بدن خود، که باز سلامتی بدن در راستای سلامت جان است، سلامت روح است، در او راستا ما در فضای دینی میبینیم، به یک مشاور به نام دکتر یا طبیب یا پزشک یا حکیم و عنوانهای مختلفی ما او را میشناسیم مراجعه میکنیم. فرد باید برای ما وقت بگذارن. باز اگر که حالا ببینید که مسئله ما یک مسئله مربوط به روح باشه، مربوط به سوالات یک انسان باشه، خب دقیق تر میشه و انتظار مایی است که فردی که مراجعه میکنیم به او به عنوان مشاور برای ما وقت بگذاره. درسته. و غیر از او خانم دکتر، در برخی از افراد که مراجعه میکنیم، باز ما دوباره مثال پزشک رو میزنیم، چون پزشک یک نفر است که بسیار برش مراجعه میشه و گذر همه افراد بالاخره در پزشک میفتم. وقتی که به دکتر مراجعه میکنیم، ممکن یک دکتر بسیار بسیار حرفه‌ای باشه، بسیار در کار خودش حاذق باشه و توانمند باشه، ولی بدخوی باشه و یک رفتاری با مریض خودش با بیمار خودش انجام میده، بخی انسان پیش خود بد میشه که چرا من پیش طبیب مراجعه کردم، کاش که نمیکردم، یا با خودش میگه کاش که من مجبور نبودم، از روی مجبوری ماهی یک بار هر دو ماه یک بار در این مراجعه میکنم و روزم دیگه خراب میشه با دیدن این فرد. بله، شما به یک ویژگی دیگه و یک وظیفه دیگه برای مشاور اشاره کردین با همین مثالی که گفتید. یک مشاور باید بتانه همدلی کنه. همدلی چی بود؟ ما بارها تکرار کردیم، چون یک ویژگی بسیار مهم است که در تمام زندگی یک انسان میتونه مفید باشه. ای که ما بتانیم از منظر یک نفر دیگه او واقعه را ببینیم. یک نفر که طبیب است، پزشک است، دکتر است، یک نفر دیگه مشاور است، یک نفر کلان قوم است، ما وقتی به او مراجعه میکنم به خاطر یک مشکل، آیا مشکل جسمی است یا یک مشکلی است که مربوط به زندگی از ما است، مربوط به روابط از ما است، او باید بتانه از منظر ما مسئله رو ببینه. اگر از منظر ما که دارای مشکل استم ببینه، نمیتونه که بدخویی کنه. وقتی من رنج دارم، اون نمیتونه که اگر بتانه همدلی کنه، اگر وظیفه همدلی از خود خوره انجام بده، سعی میکنه از رنج از ما کم کنه. بله بله، و نمیتونه بدخویی باشه، نمیتونه بی‌تفاوت باشه. پس همین صفت همدلی، مهارت همدلی که جزء مهارت‌های دهگانه‌ای بود که ما در جلسات پیشتر هم با هم درباره او صحبت کردیم و انشاءالله بینندگان اما برنامه‌ها را می‌تونند که مرور کنن و ببینن. بله. خب این را باید که یک مشاور داشته باشن. اگر نه، اگر نتونه هم منظر باشن، اگر نتونه که اما طور که ما اون مسئله را می‌بینم او ببینه، نمی‌تونه راه حل بده. همچنان و این چطور ایجاد میشه؟ وقتی که مشاور تمام امو زوایای مسئله رو بفهمه،
یا در واقع مرحله اول که وقت گذاشتن از سر انجام بدن. او برای که مسئله کشف شد، چون ببینید بسیار اوقات ذهن از ما میاد و دستبندی میکنه، تقسیم بندی میکنه، شبیه سازی میکنه. امی مغالطه ذهنی را نباید گرفتار شود و مشاور باید اصلا دغدغه حل مشکل داشته باشن. چون یک بار کاسب است، یک بار دیگه نه، دلسوز ما است. کسی که دلسوز ما است دغدغه حل مشکل ما را داره و مشاور باید این چنین باشه. اصلا ببینید اینطور است که اگر حتی ما مراجعه کردیم تا یک نفر فرض کنید اما ملای مسجد محله از خود مراجعه کردیم، اگر که تانست مسئله ما را یک راهکاری به ما ارائه کنه که خودی بهتر، اما اگر نتانست ولی امی وظیفه را احساس میکرد که باید به ما کمک کنه، او میتونه چکار کنه؟ یک نفر دیگر را بر ما معرفی کنه. فرض کنید که ما مراجعه میکنیم به معلم از خود خون و مسئله ما ممکن است که یک مسئله مثلا اقتصادی باشه. خب اگر اون دلسوز ما باشه و دغدغه حل مسئله ما رو داشته باشه، به ما میگه که من تخصص ندارم، بله، اما یک دوستی دارم، یک همکاری دارم، یک شناخته‌ای دارم، یک نفر دیگه است که من فکر میکنم او میتونه که حل کنه، میتونه کمک کنه، میتونه راهنمایی خوب بده. یک برادری دارم، یک خواهری دارم، یک نفری است که در همین زمینه مسئله شما تخصص دارم، میتونه که یک راه ارتباطی بسازه و ما را به هم مشنا کنه تا ما بتانم که مسئله خود را لااقل یک راهنمایی، یک کمک از یک نفر دریافت کنم. بسیار زیادند که مسئله خانوادگی دارن مراجعه میکنن. خب ما ممکن است که تخصص ای را نداشته باشیم که مسئله خانوادگی را راه حل بدیم، اما قطعا افراد را میشناسیم که اونا میتونن کمک کنن. خب اگر که من دلسوز باشم به عنوان مشاور، اگر که من شأن و جایگاه از خود را بشناسم، اما امانتی که خداوند در اختیار از من قرار داده او را بفهمم، قطعا تلاش میکنم که هر طوری که شده کمک کنم. و ببینید که به چقدر زیبا امام سجاد علیه السلام حق مشورت گیرنده را بیان میکنن. حضرت میفرمایند که حق المستشیر چی است؟ حق مستشیر ای است که اگر یک رأی نیکو برای سراغ داری، میه پرسان میکنه، تو پاسخ او را بلدی، راه حل داری، اگر چنین چیزی را سراغ داری به او ارائه دهی، بگویی که چاره از تو چی است. اما اگر نمیدانی باید چه کار کنی؟ اگر نمیدانی او را به کسی که میداند رهنمون شوی. پس اینطور نیست که اگر ندانستی بگی خواه من نمیدانم، تمام نمیدانم، اما به فکری هستم که یک نفر دیگره، یک رای دیگره، بالاخره به نحوی امی کمک از خود خود برسانم. ببینید اگر که امی مدل در زندگی اجتماعی از ما پررنگ شد و نهادینه شد و گسترش بیابه، چقدر مسئله های ما حل میشن. بله خانم دکتر، باز من دوباره ذهن از من نمیدونم که چرا امروز به سمت جامعه دکتر و پزشکان میره، که یک تجربه است که شاید برخی از بینندگان از ما هم تجربه کرده باشند. برای یک درد به نزد یک پزشک، به نزد یک دکتر موری و نمون دکتر میگه یک داروی مینویسه، میگه یک ماه بعد بیا، هنوز خوب نشدی، بعد از یک ماه دوباره با همون درد برمیگردی، شاید از اون درد بیشتر، یک دارو دیگه مینویسه 15 روز دیگه بیا، یک ماه دیگه، دو روز دیگه بیا، و بعد از 6 ماه بیمار ممکن که همون دردش بسیار شدیدتر شوه و باز وقتی مراجعه میکنه با یک نفر دیگه دردش به زودی درمان میشه. انمی نفر یا درد نمیفهمید و ایره سر میدوند امروز و فردا میکرد، یا اینکه من نمیفهمم درد را میفهمید و سعی میکرد که یک جوری ایره به خودش وابسته کنه که بیشتر به نزدش بیام. طور که شما فهمیدین برخی از افراد کاسب هستند و میخواین که روزی خودشان را از طریق دست بیارن و فکر میکنم دیگه حساس ترین قسمت شغل پزشکان این مسئله مشاوره دادنشان باشه، که نه خودشان رو به عنوان یک مشاور ببینن و سعی کنن که یک مشورت درست و سم و صحیح برای افراد بدن دیگه. اگر میخوای که کاسب باشه، اما برو در کار تجارت، برو یک تجار سم و صحیح شو دیگه، با جان مردم که کاسبی و کسب روزی نکن. بله ما گفتیم که ما یک دکتر رو هم یک مشاور میدانیم، همچنان که
یک بزرگ قوم رو هم مشاور میدانیم. این مشاوران باید تمام مسئله هم پول نیست، یعنی گاهی اوقات است که ما تلاش میکنیم که افراد مختلف به ما مراجعه کنند، چون این رفت آمد خوش داریم و این رفت آمد برای انسان باعث ایجاد آبروی میشه، افراد بله. میبینن که مردم به این مراجعه میکنن. بله، یعنی خواهم این نکاتی است که نکات اخلاقی بسیار مهمی که ما برخی از اونها را در قسمتی که صفات مشاور را میگفتیم، صفات اخلاقی مشاوره می گفتیم بیان کردیم، اما چنین مسئله هایی می تانه که همون حجاب هایی باشه که برای یک نفر ایجاد میشه، یک نفر گرفتار جایگاه اجتماعی میشه. بله، و اگر نفر... خود نکتر نادانسته، یعنی به صورت ناخودآگاه این میل را می در خود داره و اگر آگاهی پیدا بکنه، یک نفر باشه که برش تذکر بده، انسان به خودش که نگاه میکنه میگه راست میگه، من اینمی مشکل را در اخلاق و رفتار خودم دارم، اون که من خود اصلاح بسازم. خانم دکتر در حد چهار یا نهایت همین نهایتاً چهار دقیقه اگر یک جنبندی بفرمایید. بله، پس یک نفری که مشاور است وظیفه اوی است که امون دقدقه حل مسئله داشته باشه، همچنان که ما وقتی در سنت بزرگترهای از خود نگاه میکنیم میبینیم که چقدر دلسوز بودن، چقدر همراه بودن و چقدر تلاش میکردن که اگر یک مسئله برای یک نفر است یا برای یک قوم است، برای یک فامیل است اما حل شده، وقت بگذاره، زوایای مختلف قضیه را ببینه و همدلی کنه. در همدلی او چیزی که مهم است این است که ما وقتی مراجعه می کنیم به مشاور، مشاور در مقام قاضی نبینیم، ما رو قضاوت نکنه. چون ببینید وقتی ما مسئله داریم یعنی که یک مقدار شرمگین هم هستیم و احتمالاً مسئله ها به خاطر کوتاهی های از ما در گذشته ایجاد میشن و چه بسا که آل یک وضعیتی داشته باشیم که در او وضعیت وضعیت نابسامانی باشه برای ما. اگر مشاور قاضی باشه و ما را حکم کنه و بد بگوید چرا این کار کردی یا نباید میکردی، خب ما خود ما هم میدانیم که نباید میکردیم، خود ما هم میدانیم که یک نقصی در ما وجود داشته، یک کمکاری بوده، یک کمفکری بوده که اتفاق افتاده. و اگه کمکاری و کمفکری نبود دیگه برای از من مشکلی ایجاد نمیشد که والده تو مراجعه کنه. بله، بله. پس مشاور نباید که قضاوت کنه و کسی که مشوره میده باید این نکته رو در نظر بگیره که ما بین مشوره و بین درد دل تفاوت داریم و مشاور نباید اجازه بده که جلسه مشوره او تنها در درد دل خلاصه شوم. چون یک چیزی است که سنگ صبور بودن کار بسیار خوبی است، اما از فرایند مشوره خارج میشن اگر که تمام جلسه ما و تمام ما وقت ما درد دل باشن. چون درد دل کردن ممکن است که هدف اینه باشه که مسئله حتما حل شوم. بله. و فقط شاید نوعی تخلیه باشه، اما او پروسه‌ای که ما به نام مشورت او را معرفی کردیم در جلسات پیشتر، در او دغدغه ما است که مسئله ما یک راه حلی برای او پیدا شود. یعنی در نهایت خانم دکتر در درد دل کردن هم قطعاً یک آثار، یک برکات، یک نکات مثبتی هم هست، بسیار مفید است. اما سعی کنیم که از یک مرحله یک پله بالاتر بریم، چه بهتر که یک نتیجه و اثری عملی هم داشته باشه. پس یک مشاور همونطور که گفتیم انگار یک مدیر خوب است، میتونه وقت مدیریت کنه، میتونه اما گفتگو را جهت بده و میتونه نظارت کنه. پس مشاور همچنان که پدر ما هست، همچنان که بزرگ فامیل ما هست و همچنان که معلم ما هست، افراد مختلف ما هم میتونه هم میبریم به خاطر است که دامنه مشوره را بسیار وسیع میدن. همین نفر یک مدیر خوب هم هست. یک مدیر خوب باز کسی است که میتونه جنبه های مختلف یک کار ببینه. ممکنم هست یک مشاور ما فردی باشه که از این را رزق خود خورا به دست میاره، هیچ اشکالی نداره. نه. اما محدود کردن همین جریان مشاوره به جریان به دست آوردن رزق میتونه که یک کار ناسحیح باشه. درست. چون انتظار ما است که انسانی که میتونه توانایی حل مسئله را داره، او انسان اگر انسان اخلاق مدار هم باشه. درست. بنابراین فردی را که ما به عنوان مشاور با او مراجعه می کنیم یا فردی که خود خودم مشاور می دانه، یک پروسی طولانی و
پیش روی خدا رو و روز به روز و لحظه به لحظه و هر باری که با یک مسئله مواجه میشه باید تلاش کنه که وضعیت از خود رو بهبود ببخشه. باید تلاش کنه که صفات اخلاقی که بارها گفتیم در این جلسه هم بسیار تکرار کردیم اونا رو در خود خود نهادی نبسازه. یک جریان دوامدار است، به خاطر که ما میگیم که انسان شدن یک جریان دوامدار است، به خاطر که میگیم که اخلاق یک جریانی است که بر اساس اصل تدریج پیش میره. بله، و به تدریج انسان میتونه که کمالات را در خودش ایجاد بکنه. بله. و بپرانه. بسیار تشکر از شما خانم دکتر عزیز، بسیار بسیار استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان، برنامه روشنا بودید. خانم دکتر اگر اجازه بدید پایان برنامه را من یک دعای بسیار زیبا از صحیفه سجادی را تقدیم شما و بینندگان عزیز بکنم. حضرت امام سجاد علیه السلام در شرایط خشکسالی و کم آبی یک دعای بسیار زیبا را میخواندن که در صحیفه سجادیه هم ذکر شده که خدایا ما را بارانی فرست که و وسیله آن از تپه ها آب سرازیر نمایی و چاها از آن پر کنی و نهرها را روان سازی و درختان را برویانی و چارپایان و مخلوقات را نشاط و قوت دهی و روزی های پاکیزه را برای ما کامل کنی. الهی آمین. عزیزان و بینندگان محترم، با همراه کارشناس محترم خانم دکتر بیانی بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل الله.